امسال 100 سال از انقلاب اکتبر، انقلابی که جهان رو به لرزه انداخت میگذره. رسانه های مسلط جهانی که بر سر هر توییت دونالد ترامپ غوغا به پا میکنن، تلاش دارن که با سکوت و بیتفاوتی از کنار این واقعه بزرگ تاریخی عبور کنن. در گفتگوی همکارم نصرالله قاضی‌پور، روبن مارکاریان و محمد رضا شالگونی در 100مین سالگرد انقلاب اکتبر، تفاوت و دستاوردهای این تجربه تاریخی از جمله در رابطه با زنان و دهقانان مورد بررسی قرار میگیره. با سلام به بینندگان و شنوندگان رادیو تلویزیون سازمان کارگران انقلابی ایران رای کارگر، من نصرالله قاضی هستم. خوشحالم که در مورد انقلاب اکتبر در این جلسه در خدمت رفقای سازمان محمد رضا شالگونی و روبن مارکاریان هستم و ضمن سلام و درود به این دو رفیق، اجازه بدید بدون پرداختن به هر مقدمه‌ای برای این واقعه بزرگ تاریخی، سوال اول رو با رفیق شالگونی در میون بذارم. حتما بینندگان و شنوندگان اطلاع دارن که اثرات جهانی انقلاب اکتبر که در 1917 در روسیه اتفاق افتاد، یکی از بزرگترین وقایعی که تاکنون در تاریخ بشریت اتفاق افتاده. رفیق شالگونی، اثرات جهانی این انقلاب رو شما اگر خیلی مختصر و پوسکنده بخواید با شنوندگان ما در میون بذارید، چطور شروع میکنید؟ سلام عرض میکنم خدمت شما رفیق عزیزم و تمام بینندگان تلویزیون راهکاره. حالا من قبل از هر چیز اینو بگم که در مورد باید آدم خودش رو در اون شرایط قرار بده، اون موقعی که این انقلاب اتفاق افتاد. یک چیزی که اتفاق افتاد این بود که اصلا قابل تصور نبود برای اون اصلاح عقل سلیم مسلط در اون زمان. اصلا خیلی ها اصلا چنین چیزی رو اصلا دیوانگی میدونستن. در یک کشور پیرامونی، در یک کشور عقب مانده، اون موقع تقریبا 90 میلیون بود روسیه در امپراتوری. بعد اساسش 90% دهقانی در یه جای عقب مانده. اولین چیزی که انقلاب اکتبر و در واقع قدرتگیری مخصوصا بلشویک‌ها در دستور قرار داد این بود که یه هیولایی رو که امپراتوری روسیه بود و اروپا از اون در واقع آزادی خواهی در اروپا از اون وحشت داشت. اینو مثلا به نوشته های مارکس و انگلس، به همه جریان های آزادکار، انقلاب 1848 اروپا، بقیه مسائل رو اینها نگاه کنید، در واقع همیشه چماق تزار این بود که هر حرکتی رخ بده در واقع اونها وارد میدان می شدند و خفه می کردند. این در رابطه باید در داخل خود اون کشور یادمون باشه که اونها می گفتن زندان ملیت ها، ملت ها، خود این اصطلاح لرین بود دیگه، که در واقع همه سرکوب می شدند. یکی از عقب مانده ترین کشورهایی بود از مسئله زنان. یعنی مثلا میگن که در مورد مسئله زنان در حدی بود که همین مثلا حالا عربستان سعودی که مثلا حق مسافرت نداشتن، نمیدونم اجازه نداشتن فلان بکنن برمان، یعنی این حق بود. یه دفعه یه چنین چیزی میشه و کارگرا قدرت رو میگیرن. این حادثه خیلی به اصطلاح در واقع برقاسا و یک به اصطلاح آذرخشی بود که تمام در تمام دنیا در واقع نور و صداش و تنینش رو شنیدند. و اینها مسئله که اتفاق افتاد عبارت از این بود که در واقع انقلاب اکتبر به یک چیز پایان داد. اینم در دوره‌ای که در واقع امپراتوری ها هنوز وجود داشتن یادمون باشه، و در یه چنین شرایطی که در پایان جنگ جهانی اول جمع شده بودن تقسیمات رو دوباره بررسی بکنن، این امپراتوری یه دفعه همه چیز رو اصلا به هم ریخت. قدرت کارگری به وجود آورد، بعد عصر جدیدی رو در بین دنیا در تمام کشورهای دنیا به اصطلاح منعکس کرد.
در فضایی رو که در واقع مارکسیسم رو و سوسیالیسم رو از لای کتاب ها آورد به یک ماجرای بزرگ. و روسیه همین امروز روسیه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، یادمون باید باشه که در واقع بزرگترین کشور جهان از نظر مساحت در اون موقع در واقع یک چیز عظیمی بود. بنابراین که این حادثه ای بود که خیلی چیزها رو تغییر داد و در واقع روسها رو، در واقع روسیه تزاری رو به اتحاد شوروی بلشویکی تبدیل کرد که در واقع کمک به اصطلاح مردم زحمتکش شد و این به مردم زحمتکش در همه جا الهام بخشید. یعنی مثلا جنبش کارگری و اینها مسئله مهمی بود. یا ضمناً بگم که این برخلاف اون چه فکر میشه، اصلا در این رابطه وقتی که قدرت‌های امپریالیستی خواستن مداخله کنند و اینها، کارگرها در همه اروپا و آمریکا بندرها رو گرفتند و به اصطلاح از چیز جلوگیری کردند، از به اصطلاح فرستادن مهمات و نمیدونم نیرو و فلان و بهمان، اصلا بندرها رو گرفتن، بلوکه کردن. اینطوری نبود که یعنی مثلا انعکاس توده‌ای نداشته باشه. یا حادثه عجیب و غریبی بود. از نظر شما هنری مثلا در نظر بگیرید، هنر مدرن در قرن بیستم با اتحاد با اون زاده شد، اینو توجه داشته باشید. یا مثلا در مورد سینما در نظر بگیرید، مثلا اینو من از آرنولد هاوزر میگم که در فصل یکی از فصلهای کتابش رو گذاشته، تاریخ اجتماعی هنر، از هنر جدید در خدمت نظم جدید. اصلا سینما به وجود اومد و لرین اولین کسی بود که گفت اینو حرف حاضره، یه آدم واقعا متخصص در تاریخ هنر، گفت این در دموکراتیزه کردن هنر، یعنی یه دفعه بالشوی تئاتر مسکو رو نمیدونم فلان و بهمان رو میبرد به دورترین روستاها. یعنی ماجرای اتفاق افتاد که اصلا در مخیله کسی نمی گنجید. بنابراین که به نظر من عصر جدیدی شروع شد، عصری که انسانی که آدم تلقی نمی شد آدم گرد. یه ایگناسیو سیلونه که بعدن هم می دونیم که بعدن برگشت از مارکسیسم و فلان و اینها، بعد حتی گفتن خبر بزلا خبرچین مثلا پلیس مخفی بوده و فلان و اینها، یه چه حرفی در مورد در 70 سالگرد به اصطلاح چیز لرین یه نقطه ای رو میگه، من گفته که لرین آدم معمولی نبود اینطوری، یا نه که میگه امامزاده بود و فلان، میگه این در از طرف حزب سوسیالیست ایتالیا در اون چیز شرکت کرده، میگه که تجسم یک انقلاب جهانی بود. میگه وقتی ما رفتیم در اونجا در کومینتر شرکت کنیم، وقتی این آدم وارد سالن شد، مثل که جریان الکتریسیته به سالن وصل شده، اصلا همه می جنبیدن، در حالت معمولی نبودن هیچ کس. این مسئله خیلی مهمیه. مردم دچار توهم نشده بودن، یک ندای دیگری برخواسته بود. این مسئله خیلی کلیدیه. خیلی ممنونم از توضیحاتی که دادید. البته تأثیرات انقلاب اکتبر توی ایتالیا خیلی آشناس برای اکثر مارکسیستا و ایتالیایی های زیادی مسافرت کردن به اونجا و بعدها هم حتی موندن. سوال بعدی رو میخواستم با رفیق مارکاریان در نظر مطرح بکنم. هر شبت که بلشویک ها که اکثر علاقه‌مندان به مارکسیسم اطلاع دارن که با سازماندهی نوین و آنچنانی که ایجاد کردن در خلق شوراها رهبری انقلاب رو گرفتن، ولی از زوایای مختلفی شنیده میشه و گفته میشه که بلشویک ها در حقیقت کودتا کردن و این از نظر مضمونی میتونه خیلی قوی و خیلی دشمنانه باشه برای طرفداران این انقلاب. شما این بحث رو چطوری میبینید و آیا چگونه میشه با این موضوع برخورد کرد؟ بفرمایید.
بله منم سلام میکنم به تو نصرالله عزیز و رفیق محمد رضا و همه بینندگان گرامی تلویزیون راه کارگر. واقعیت اینه که انقلاب اکتبر همونطور که رفیق شالگونی توضیح داد یک انقلاب توده‌ای بی سابقه و بی نظیری بود که قرن بیستم، تاریخ قرن بیستم رو رقم زد و به صورت واقعی تاریخ قرن بیستم بدون انقلاب اکتبر اصلا معنی نداره. یعنی در تمام تحولات مهم قرن بیستم روح و تأثیرات این انقلاب جاری هستش. خب این نکته ای رو که ترک کردی کاملا درسته. به اصطلاح تاریخ شناسان انقلاب اکتبر، تاریخ شناسان بورژوای انقلاب اکتبر و یا به اصطلاح لنین شناسان میگن که بلشویک ها از طریق یک کودتا اومدن و کاخ زمستانی رو فتح کردند و در یک کشور بسیار عقب مانده، عقب مانده ترین کشور در اروپا، اومدن و سوسیالیسم رو از بالا تحمیل کردن به کشوری که اکثریت جمعیت اون دهخانی بود و این پایه استبداد از همینجا ریخته شد و این تحول در واقع یک کودتای اقلیت بود، نه یک انقلاب اکثریت برای حاکمیت اکثریت. خب این در حقیقت قلب تاریخ و واقعیت‌های تاریخی. بعد از انقلاب فوریه و سقوط تزاریسم، شوراهای سراسری روسیه در تمام امپراتوری روسیه شکل گرفت و اونها کنگره سراسری شوراها رو تشکیل دادند که البته قبل از انقلاب اکتبر لیبرال ها، منشویک ها و سوسیال ریولوسیونر ها در اون اکثریت داشتند و شوراها از حکومت موقت، از حکومتی که جنگ رو ادامه میداد، حمایت میکردند. ولی وقتی که بولشویک ها قدرت رو در دست میگیرن، درست در آستانه دومین کنگره سراسری شوراهاست و در شرایطی است که دیگه داره نظام تزاری فرو میپاشه، ارتش آلمان پیشروی میکنه، سربازان عقب نشینی میکنن، از جبهه ها فرار میکنن و کل کشور در آستانه سقوط قرار داره. وقتی که لنین میاد و در کنگره دوم شوراها صحبت میکنه که آیا کنگره سراسری شوراها میخواد قدرت کارگری رو برقرار کنه و در اونجا رأی‌گیری میشه و بلشویک ها اکثریت رو به دست میارن و در حقیقت از طریق تایید اون تشکلی که تشکل سراسری کارگری بود هست که قدرت شوروی یا قدرت شورایی مستقر میشه. نکته بعدی این هست که ما میبینیم که بلافاصله بعد از برقراری حکومت شوروی، تزاریسم و فئودال ها یک جنگ داخلی بسیار وحشتناک و گسترده ای رو شروع میکنن و از طرف دیگه کشورهای امپریالیستی به سردمداری انگلیس و وودرو ویلسون اینها نیرو اعزام میکنن، تجاوز خارجی شروع میشه برای اینکه این انقلاب رو در نطفه خفه کنن. خب در اینجاست که ما شاهدیم که این اتحاد کارگران و دهقانان شکل میگیره. این اتحاد در جریان جنگ داخلی تمام توده های پایین رو به صحنه این مبارزه وارد میکنه. اونها هم ارتش سفید ها رو شکست، ضد انقلاب داخل رو شکست میدن، هم تجاوز خارجی رو شکست میدن
هم دوران قحطی بزرگ رو از سر میگذرونن و همه اینها شاهدی است بر این مدعا که این انقلاب که اولین بار حاکمیت اکثریت و توده‌های پایین رو برقرار کرد، اولا با رضایت و با انتخاب اونها بوده و ثانیاً بدون حمایت اونها اصلا نمیتونست دوام بیاره. این شواهد تاریخی غیر قابل انکاره که نشون میده اونهایی که میخواند در واقع این انقلاب عظیم رو، بزرگترین انقلاب قرن بیستون رو به نام کودتا رد کنند، مردود بشمارند، به صورت مشخص به قلب واقعیت‌های غیر قابل انکار تاریخی متوسل میشه. بله خیلی ممنونم. طبیعتاً هم تاریخ شناسان غربی و هم تاریخ شناسان سوسیالیست همه این مسائل رو بازبینی کردن و نظرات گوناگونی هست و هم اکنون میبینیم که با قدرت گرفتن تبلیغات و نشر و انتشارات غربی هنوز هم که هنوزه در صدومین سال سالگرد این انقلاب سعی میشه که تا اونجایی که امکان داره اون رو تحریف کرد، ولی به هر حال از وجود رفقای مثل شما ما برخورداریم که در اشاعه و تکثیر واقعیات تاریخی با ما همکاری دارید و این مصاحبه رو انجام میدید. همونطور که اشاره کردم در صدومین سال سالگرد این انقلاب در 1917 تا 2017 مارکسیست های مختلف و غیر مارکسیست های مختلف از رادیو تلویزیون های غربی و غیر زالک سعی می کنند در مورد این انقلاب صحبت بکنن و افکار عمومی رو شکل بدن. اما یکی از اهمیت های زیادی که این انقلاب در تحولات جهانی داشت که در سوال اولیم با رفیق شارگونی در میون گذاشتم، آزادی دهقانان بود از اون سیستم صرفداری و به اصطلاح فقط کار کردن به صورت برده روی زمین، آزاد کردن زنان بود با حقوقی که به زنان داده شد و به خصوص زن لنین در این مسئله به اضافه زنان پیشکسوت دیگری بودند که در انقلاب سعی کردن حقوق زنان رو توضیح بدن و به دست بیارن. آزادی مستعمرات بود چون که میدونیم که چقدر انقلابات کشورهای حاشیه باعث شد که تقاضای آزادی و استقلال انجام بشه، ملیت ها آزاد شدن. ولی از اونجایی که وقت محدودی داریم میخواستم از رفیق شارگونی سوال کنم که مسئله‌ای که خیلی مهم بود مسئله دهقانان و نقش اونها در انقلاب بود، در حالی که جزء بیچیزترین انسان‌های روی کره زمین بودن و سرکوب شده ترین اونها. شما این بحث دهقانی رو در چارچوب انقلاب اکتبر چطور توضیح میدید و چه درسایی میشه از اون گرفت؟ ببینید، اولا در رابطه با انقلاب اکتبر توجه داشته باشیم که قبل از اکتبر در واقع بولشویک‌ها، تاکید میکنم بولشویک‌ها، شخص لنین در مطرح کردن مسئله دهقانان و اهمیت اونا خیلی مهم بوده و خیلی ها این رو در واقع میگن که لنین از کاتسکی متأثر بود، که کاتسکی معتقد بود که انقلاب روسیه در نهایت به وسیله دهقانان تعیین خواهد شد و لنین از این نظر خیلی متأثر بود از کاتسکی. منتها اون چیزی که لنین انجام داد هیچ سوسیالیستی تا اون موقع انجام نداده بود. در مورد برنامه های مارکسیستی به اصطلاح سوسیال دموکراتیک، سوسیالیستی که تا اون موقع نوشته می شد،
معمولا یک برنامه فوری، برنامه مطالبات فوری داشتن. تو مثلا مسائل کارگران بود و حتی اقلهایی که مثلا باید همین الان مطالبه میکردن. لنین بزلا کسی بود که ضمن این که برنامه حتی اقل کارگران آزادی ها فلان و بهمان رو داشتند و اینها کلخانوف هم آورده بود و اینها، این اصرار کرد در سال 1902-03 اینو مطرح کرد که بایستی مسئله دهقانان آورده بشه. در واقع در برنامه مطالبات فوری مسئله دهقانان رو در دستور گذاشت. این اصلا بی سابقه بود. حتی سوسیال دموکرات های مثل اروپا، از جمله حتی خود انگلز، مثلا معتقد بود که در اروپا دهقانان معمولا چون اینجا یه تغییراتی پیدا کرده بود نیروی محافظه‌کار هستن. لنین در روسیه میدونست که اینطوری نیست، یعنی یک خلاقیت این آدم بود. بعد بدون اون امکان پذیر نبود. دهقانان یا سربازهایی بودند که اسلحه به دست گرفته بودند و در واقع بیزار بودند از جنگ. و ضمناً بگم که انقلاب اکتبر انقلاب صلح بود، انقلابی بود علیه جنگ، برادرکشی، آدمکشی. این مسئله خیلی مهمه. شعار لنین با اصلاح به وسیله سربازها پیروز شد. سربازهایی که از آدمکشی نفرت داشتن، به جان آمده بودن، دهقانان بودن، میلیون ها دهقان به صورت سرباز مسلح شده بودن. این مسئله خیلی مهمیه. بنابراین که موتور انقلاب روسیه از یه نظر مسئله دهقانان بود، مخصوصا اون در درگیری های آنی و همچنین در جنگ داخلی که رفیق روبه مطرح کرد. یه در جنگ داخلی بولشویسم در واقع امتحان خودش رو داد. مسئله نبود که اونجا مثلا در سال 1917 مثلا نوامبر 1917 چه اتفاق افتاد. مهم چون چند سالی که تمام دنیا 14 قدرت مداخله کرده بودن، اینها جنگیدن و حمایت دهقانان رو به دست آوردن و همه اونها رو شکست دادن و بیرون راندن از کاخ خودشون. توجه داشته باشید و یک اتحادیه بزرگی رو سازمان داره. این مسئله کمی نیست. دهقانان مسئله اینه که زمین از آن کسی است که کار میکند و پایان دادن قطعی به سوسیال بزلا به اون نظام اجتماعی که در واقع فئودالی ده آدم نمیدونه دهقان رو پایان بده و از نظر حقوقی انسان بدونه او رو با لرین شروع شد، با انقلاب اکتبر شروع شد. مثلا یه نکته خیلی جالبی رو که در تاریخ روسیه میگن و اینها خیلی مسئله کلیدی، حتی مثلا من فکر کنم در اون 10 روزی که دنیا را تکان داد حتی مثلا چی شده، مثلا این قضاهایی که علیه به اسلام بولشویک ها بسیج شده بودند، بعدن این کاری که کردن میده که در مقابل اینا نجنگیدن، اونا مزدور بودن و میومدن میجنگیدن. کافی بود که زمین از آن کسی است که از روی اون کار میکنه. سپاه قزاق اصلا متلاشی شد با یه جمله لرین. در واقع توجه داشته باشید. بعد مسئله این نبود. یادمون باشه که تا همین مثلا 10 سال پیش، همین در قرن 21 هنوز اکثریت مردم جهان در بوستاها زندگی میکردن و حالا یه کمی چرخیده. بنابراین این آزادی بشریت بود. انقلاب اکتبر الهام بخش انقلاب هایی بود در جهان. مثلا یه دفعه چین اونطوری راه پیمایی بزرگ مثلا ماتسون، ویتنام با اون مقاومت طولانی شکوهمندش، مثلا مقاومت ها در آفریقا، مثلا در هند، در خیلی جاها علیه مستعمره فلان، اینا هم سربازان این انقلاب ها دهقانا بودن. این الهام بخش اینا لرین بود، الهام بخش اینا انقلاب اکتبر بود. انقلاب اکتبر بود که در واقع اندیشه یک سیستم نظام فکری اروپایی رو به دنیای عقب مانده منتقل کرد و از طریق دهقانان. و آزادی دهقانان اگه نبود، همین الان در واقع در دنیا اینکه انسان برابر هستش، همه انسان ها حق دارن کاری، مثلا قابل تصور مسئله نبود که دهقانان چیزی بهشون میرسه یا نمیرسه. مثلا اونجا آزاد هستن، چیزی حق نداره به اونها چیزی بگه، انسان هستن مثل همه. بنابراین که انقلاب اکتبر در واقع چیزی بود که از این نظر در واقع اندیشه مارکس رو به دنیای عقب مانده تر
دنیای فراموش شدگان منتقل کرد. این مسئله بود که لنین در پیامش به کنگره ملل شهر مطرح کرد. این رو گفت اصلا ما وظیفه ما اینه که ما این رو به اصطلاح به مسائل مثلا آسیا و آفریقا و فلان ارتباط بدیم، مسائلی که در کتاب‌های چیز مطرح نشده. و بنابراین بسیار بسیار انقلاب جهانی از این نظر با اکتبر شروع شد. بله خیلی ممنونم رفیق روبن. همونطور که قبلا توضیح دادم، غیر از مسئله دهقانان، مسئله زنان بود و تأثیراتی که انقلاب اکتبر تونست روی حق و حقوق زنان، حقوق دموکراتیک زنان و شرکتشون در مسائل اجتماعی و سیاسی و غیره پیش بیاد. شما با توجه به مطالعات و فعالیت‌هایی که در مورد حقوق دموکراتیک زنان دارید، رابطه بین انقلاب اکتبر و شرایط زنان در درجه اول در روسیه و بعد در جهان رو چطور می‌بینید؟ بله، مسئله زنان یا نصف جمعیت بشریت که در اون موقع در تبعیض‌های چند لایه و مضاعف به سر می‌بردن و به ویژه در کشوری مثل روسیه تزاری اون موقع که سنت‌های بسیار قوی فئودالی فشار می‌آورد به زنان، در انقلاب اکتبر یک جهش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد. انقلاب اکتبر با به شکل برق‌آسا تحولی رو در کشور عقب مانده مثل روسیه به وجود آورد که بسیاری از انقلابات دموکراتیکی که تا اون موقع به وقوع پیوسته بود، مثلا از تمام انقلابات رو اگر در نظر بگیریم، از انقلاب انگلیس، آمریکا، فرانسه، انقلابات اروپایی یا مبارزه برای حق رأی که مثلا در آمریکا و در کشورهای اروپایی شروع شده بود و به نتیجه نرسیده بود و اینا، و در خیلی جاها تا بعد از جنگ جهانی دوم و حتی دهه 60 و 70 عملی شد، جالب اینه که انقلاب اکتبر به شکل برق‌آسا و فوری برابری حقوق زن و مرد رو تضمین کرد. اعطای یا پذیرفتن حق رأی برای زنان. خب و در کشوری مثل روسیه، روسیه تزاری با اون ابعاد عظیم و توده‌ای، یک تحول واقعا بی‌نظیر و بی‌سابقه بود در حد خودش. یا اینکه به زنان حق سخت جنین داده شد، یعنی کنترل زن بر زاد و ولد، مسئله‌ای که هنوز که هنوزه در بسیاری از کشورهای جهان اصلا مسئله است و باش مقابله میشه، مخالفت میشه و اینا. یا این مسئله که پرداخت حقوق برابر در برابر کار برابر برای زنان، این مسئله که در واقع مسئله فرزند حرامزاده و غیره از بین رفت، یعنی هر فرزندی اگر حاصل ازدواج هم نبود، این به عنوان یک شهروند شوروی تلقی میشد و تحت حمایت کامل دولت قرار می گرفت. یا مثلا در ارتباط با روابط جنسی، مثلا در واقع به کنار گذاشتن هر چیزی که به نام زنا مطرح بود و بیشترین عقوبت و مجازات رو متوجه زنان میکرد و به نوعی در واقع اون آزادی جنسی. حق طلاق باز بسیار مهمه، این که به زنان حق طلاق داده شد و اونها در مسائل خانوادگی تونستن در موضع کاملا برابر قرار بگیرن. و یا ایجاد مهد کودک ها در کنار کارخانه ها، ایجاد در محلات، ایجاد آشپزخانه های عمومی، رخشخانه های عمومی و به نوعی در واقع اجتماعی کردن کار خانگی و رهایی زنان از آشپزخانه
و وارد کردن اونها به عرصه اقتصاد و به عرصه در واقع سیاست. خب اینها، این دستاوردها، شما وقتی که همه اینها به شکل خوشه‌ای و به شکل برقاسا انقلاب اکتبر تامین کرد، در راستای همون درک از سوسیالیسمه که سوسیالیسم یک تمدن زنانه است و بدون رهایی زن اصولا سوسیالیسم ممکن نیست. به نظر من این گام ها گام های بسیار درخشان و الهام بخشی است که حتی این دستاوردها در دوره کنونی در بسیاری از حتی کشورهای پیشرفته مطرح، مثلا به عنوان فقط یک مثال کوچک، مثلا ما در آمریکا می‌بینیم که حتی میرند که سخت جنین رو ممنوع کنند، در بعضی از ایالت‌ها ممنوع می‌کنند و بودجهش رو می‌خوان الان بزنن، ترامپ می‌خواد بزنه و غیره و ذالک. شما همه اینا رو که در نظر بگیرید و مقایسه کنید، اون موقع اهمیت رهایی زن و اقدامات عملی مشخصی که انقلاب اکتبر انجام داد روشن میشه. اینم به عنوان آخر این مطلب بگم که در سال 1920 یک انترناسیونال بین‌المللی زنان گذاشته شد و تلاش شد که با شرکت کلارا زتسکین و آینسا آرماند و بسیاری فعالین دیگه، و تلاش شد که این دستاوردها از طریق این تجمع زنان در کشورهای دیگه تبلیغ و ترویج بشه و جنبش رهایی زنان رو دامن بزنه. خیلی از توضیحات شما و همینطور از توضیحات رفیق شالگونی ممنونم. اما خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز عرض کنم که این فقط شروعی بود بر مدخل انقلاب اکتبر. ما در هفته های آینده باز هم در خدمت شما خواهیم بود و با این دو رفیق جنبه های دیگه انقلاب اکتبر رو که احتیاج به باز شدن و صحبت کردن داره حتما با شما در میون خواهیم گذاشت. تا برنامه بعد برای شما آرزوهای خوش دارم.